پرزیدنت بایدن روز سه‌شنبه طی یک سخنرانی در شهر فیلادلفیا، محل تولد دموکراسی ایالات متحده، خواستار تصویب لایحه مربوط به اصلاح حقوق رای دهندگان شد که به دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان در مجلس سنا متوقف مانده. این سخنرانی در حالی برگزار شد که جمهوری‌خواهان در مجالس قانونگذاری ایالتی تدابیر محدود کننده در مقررات رأی‌گیری را به صورت قانون ایالتی درآورده و یا در تلاش در این مسیر هستند. فرهاد پولادی گزارش می‌دهد. پرزیدنت بایدن در سخنرانی که از مرکز ملی قانون اساسی در شهر فیلادلفیا ایراد کرد، از قانونگذاران در ایالت‌هایی که جمهوری‌خواهان در اکثریت هستند و به دنبال برقراری مقررات محدود کننده در رأی‌گیری هستند، انتقاد کرد. برای من مسئله روشن است. مقرراتشان عملاً سرکوب انتخابات است. بزرگترین تهدید علیه رأی دادن و پاک بودن فرایند انتخابات آزاد و عادلانه در تاریخ ماست. تا کنون هیچگاه اینکه چه افرادی آرا را می شمارند در نتیجه انتخابات تعیین کننده نبوده است. برخی از قانونگذاران ایالتی بنا دارند رأی دادن را برای مردم دشوارتر کنند و حتی اگر رأی دادید می خواهند این اختیار را داشته باشند که با توسل به هر دلیلی بگویند که رأی شما باطل است. آنها می خواهند این توان را داشته باشند که شمارش نهایی آرا را رد کرده و اگر نامزد مورد علاقه شان رأی نیاورد به اراده مردم پشت کنند. جمهوری خواهان اما می گویند مقررات و قوانین مصوب مجالس ایالتی لازم الاجراست و از برای جلوگیری از تقلب در انتخابات و در راستای تقویت اعتماد مردم به فرآیند رای دادن است. امریکه سناتور جان کورنر جمهوری خواه و عضو کمیته های قضایی و اطلاعات مجلس سنا بر آن تاکید کرد. این ادعا که هر گونه تلاش برای جلوگیری از تقلب تلاشی غیر مستقیم در سرکوب رای دهندگان است، غیر صادقانه و کاملا نادرست است. مجلس نمایندگان که دموکرات‌ها در آن اکثریت دارند، لایحه‌ای را به تصویب رساند که اگر به صورت قانون درآید، دولت فدرال می‌تواند قوانین مصوب ایالت‌ها در محدود کردن فرایند رای دادن را لغو کند. این مصوبه مجلس نمایندگان با توجه به ترکیب مجلس سنا با 50 سناتور دموکرات در برابر 50 سناتور جمهوری‌خواه، احتمال تایید و تبدیل شدن آن به قانون کشوری بسیار پایین است. در ایالات متحده ایالت‌ها هستند که تعیین می‌کنند شهروندانشان چگونه رأی بدهند و آرا چگونه شمارش شود. امسال حداقل 17 ایالت با مجالس مقننه‌ای که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت دارند، قوانین را تصویب کردند که به گفته دموکرات‌ها مشارکت مردم به ویژه اقلیت‌ها را در انتخابات دشوارتر خواهد کرد. ریشه این تحولات در مورد مقررات و قوانین رأی‌گیری اخیر در عدم پذیرش نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2020 توسط دونالد ترامپ بود که نتیجه را ناشی از دزدیدن آرای مردم عنوان کرد و به رغم رد شدن تمامی دعاوی حقوقیش در دادگاه‌های فدرال و دیوان عالی کشور، هنوز از این ادعا دست بر نداشته است. پرزیدنت بایدن ادعای سلف خود را دروغ بزرگ می‌خواند. Big lie is just that, a big lie. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.